سلام، وقتتان بخیر. امروز به ایتان 10 شهر جهان که درش فقیر و بی خانمان زیاد داره را معرفی میکنم. جالب اینجایی که این شهرها بیشتر از کشورهای جهان اول و توسعه یافته است. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه شده و نظرهایتان درباره این موضوعات با ما به اشتراک بگذارین. شماره یک، شهر نیویورک در آمریکا. همه ای ما قطعا شنیدیم که ایالات متحده کشور مدرن و خوبی برای زندگیه، ولی حقیقت چیز دیگر است. از سال 2015 به این طرف تعداد بی خانمان هایی که در پناهگاه های شهر نیویورک زندگی میکنند حدود 80,000 نفره که بالای 10,000 نفرش کودک و طفل هستند. البته دولت ایالات متحده جدیداً طرحهایی برای اسکان و ساماندهی افراد بی خانمان در نظر دارند. شماره 2، شهر مسکو. در کشور پهناور روسیه حدود 6 میلیون بی خانمان وجود دارد که بیشتر آنها در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ هستند. شهر مسکو پایتخت روسیه در حال حاضر بیشترین سهم بی خانمان کشور را دارد و گفته نیست 1/5 ای افراد نیازمند و بی خانمان طفل ها هستند. دولت روسیه هنوز برنامه خاصی برای افراد ندارد. شماره 3، جاکارتا، اندونزیا. در جاکارتا پایتخت اندونزیا بر اساس آمارها نشان داده که حدود 60,000 بی خانمان از جمعیت 275 میلیونی در کشور زندگی میکنند. به دلیل آمدن زیاد بلاهای طبیعی مثل سیل، زلزله و فوران آتشفشان، جمعیت بی خانمان های کشور مخصوصا شهر جاکارتا در حال بیشتر شدن. شماره 4، شهر ممبای در هند. در کشور پهناور هند با جمعیت 1,400,000,000 حدود 25 میلیون نفر بی خانمان وجود دارد. با این حال دولت این کشور طرحهایی برای کاهش موزل بی خانمانی در نظر گرفته، ولی تاکنون بی نتیجه بوده. شهر ممبای بیش از 45,000 نفر بی خانمان دارد که اغلب با تک دیگری روزشان را به شب می رسانند. شماره 5، شهر آتن در یونان. با این که یونان جزو اتحادیه اروپا است، ولی یک کشور فقیر اروپایی شناخته میشه. در همین سالهای اخیر با آمدن ویروس کرونا وضع به مراتب بدتر از قبل در این کشور شده. طبق آمارها حدود 30,000 نفر در یونان بی خانمان هستند که 10,000 آنها در آتن زندگی میکنند. گفته نیست از زمان بحران اقتصادی در سال 2009 تا به الان وضع در این کشور بدتر شده. شماره 6، توکیو در ژاپن. در این کشور مدرن هم حتی کسی باورش نمیشه که بی خانمان وجود داشته باشه، ولی خب این یک حقیقت است. تعداد بی خانمان هایی که در سال 2013 در توکیو زندگی میکردند تقریبا 5,000 نفر بوده، ولی امروزه به 6,000 نفر افزایش یافته. شماره 7، شهر دوبلین در ایرلند. طبق مطالعات و تحقیقاتی که انجام شده، بنا به کوتاهی دولت در ارائه خدمات چون مسکن، کار و رفاه، مردم فقیری کشور که بیشتر مهاجر هستند تن به چنین شرایطی دادند. دولت ایرلند با طرحهایی که از طرف جامعه مدنی و اتحادیه اروپا به این کشور داده شده، در حال ریشه‌کن کردن این موزل هستند. شماره 8، شهر لیسبون در پرتغال. بیشتر بی خانمان های کشور در بزرگترین شهر یعنی لیسبون وجود دارد. کرایه خانه بالا، شرایط زندگی سخت در کشور، تعدادی از باشندگان را مجبور ساخته که در سرک ها و جاده ها شب و روزشان را سپری کنند. دولت این کشور برای بهبود این شرایط طرحهای توانبخشی را انداخته که تا به حال بسیار خوب عمل کرده. شماره 9، فلوریدا در آمریکا. بیشتر بی خانمان های فلوریدا را جامعه سیاه پوستان تشکیل می ده، ولی روی هم رفته تخمین زده می شه که تعداد بی خانمان ها در اینجا به بیش از 8,000 نفر برسه. و در آخر شماره 10، ایلینویز، آمریکا. ایلینویز هم در حدود 150,000 نفر بی خانمان داره که به نسبت بقیه ایالت ها کمی بیشتر است. شرایط سخت زندگی در آمریکا هر روز تعداد بی خانمان های بیشتری به این کشور اضافه می کنه.